عرض سلام و احترام خدمت تمام بیننده های عزیز و ارجمند. عصر همگی بخیر. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا هستین لباس عافیت بتن داشته و همگی صحتمند و خوشحال باشین. دوستان عزیز، امروز در منطقه اشکه داوود آمدیم و قرار است که در این ناحیه یک ذخیره‌گاه آب صحی ساخته شود و این آب این ذخیره‌گاه توسط شبکه به تمام خانه ها در منطقه اشکه وصل خواهد گردید و تمام مردم اشکه داوود از آب این ذخیره‌گاه مستفید خواهند شد. و امروز خوشبختانه آقای کریمی مسئول عمومی این پروژه رو با خود داریم و بیشتر میشنویم از زبان شخص آقای کریمی. آقای کریمی سلام. سلام، خسته نباشید. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ خدا رو شکر شما خوب هستین. زنده باشید. خوش آمدید عرض میکنم خدمت شما و همکارای عزیز شما. زنده باشید. آقای کریمی، میشه که یک معلومات کلی در مورد ساخت این ذخیره‌گاه با ما ارائه بدین؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما و همکاران شما و همه مردم عزیز ما، شبکه آبرسانی صحی تقریبا حدود 4 سال قبل از طریق به حساب وزارت احیا و انکشاف دهات و بازم توسط شخصی به نام خانلی رادمن که او موقع کارمند وزارت موصوف بود با برای این منطقه به اصطلاح همکاری شده و فعلا از پارسال به این طرف کارهای از همینطور به صفت 100% آغاز است. پارسال ما چای عمیق هزه که تقریبا حدود 115 متر حفر شده او را به حساب کار کردیم و این سال هم چنانی که میبینین مثلا شبکه مثلا پایپلاینی شبکه را و همچنان به حساب مخزن آبی که مثلا شما فعلا همین حضور دارین و فعلا کارگرها هم روی زمین کار میکنه. این پروژه بودجهش حدودا 65 لاک افغانی بودجه داره و حدود 200 فامیل یا 200 خانه ای که در این منطقه حضور دارن اینا را تحت پوشش و برایشان آب صحی میرسانه. دیگه این پروژه تا چه وقت تکمیل میشه و چه وقت به بهره برداری سپرده میشه؟ بله، قرار است به یاری خدا ما کوشش میکنیم و پیمانکاری که در این قسمت کار با او به حساب واگذار شده تعهد ما ایست که تا میزان این سال این پروژه باید تکمیل شود و به بهره برداری سپرده شود. بسیار عالی. خلاص دیگه مفاد ذخیره‌گاه چی میتونه باشه؟ مفاد ذخیره‌گاه جناب اخلاصی صاحب ایستن که اکثریت مناطق و محدوده که ساکن در اینجا هستند اینا از آب صحی کامل برخوردار نیستند. آب ممکن داشته باشند اما آب صحی که از این طریق برایشان برسه مفیدیت داشته باشه این رقم آب ندارن. لذا خیلی از مردم توقع دارن که این شبکه برایشان به حساب از طریق از این شبکه آب صحی برایشان برسه و استفاده کنن. بسیار عالی. آقای کریمی صاحب اشاره به صحیح بودن آب داشتین. بله، منظورتان این است که آیا کدام دستگاه برای تصفیه آب اینجا ساخته میشه؟ آخر در این قسمت معذرت مبارک شما این رقم عرض کنیم که خود نظامی سیستم درست. خود نظامی پروژه خود نظامی ذخیره‌گاه آب که هست اینا قسمی سنجیده شدن درست. انجینری و تخصصی سنجیده شدن که کشیدن آب که از چای عمیق است و تا اینجا میرسه دیگه هیچ گونه کدام دخالت بیرونی با این ندارد. پس ما میتونیم با این می رقم پروگرامی که مثلا سنجیده شده و ذخیره‌گاهی که بسیار به حساب استاندارد برای زیاد نظر گرفته شده ما این می آب را آب صحی گفته میتونیم که 100% ان شاء الله اینا آب صحی است. فعلا در نبود ذخیره‌گاه مردم چه قسمی؟ بله، مردم همون قسمی که سالهای متمادی و سالهای زیادی مثلا در اینجا زندگی کردن و زندگی خود را به پیش بردن از طریق چشمه ها، کاریز ها، مثلا فرض مثال چاها، چی چاهای به حساب صحیحه که به حساب استاندارد است و مثلا خب به حساب بمبی آب دارن و چی چاهای مثلا به حساب سرباز، یعنی زمین طریق توانستن زندگی خود را پیش برن و از آب استفاده کنن. آقای کریمی صاحب چقدر سهولت ایجاد میکنه برای مردم؟ ما گفتم میتونیم که این پروژه اگر خدا بخواهد تکمیل شوه و به بهره برداری سپرده شوه خیلی از به حساب ضروریات مردم مرفوع میشه. ضمن این که آب صحی برای مردم میرسه و مردم از این استفاده میکنن میتونن برای استفاده های مثلا بعضی چیزهایی که از جمله میتونم یک چیز را با وضاحت نام ببرم که میتونن در حمام ها استفاده کنن که یک سهولت بسیار خوب است برای مردم و برای باشندگان. یعنی با ساخت این ذخیره‌گاه دیگر لازم نیست که مردم هر کدام
شخصا یک چاه حفر کنن یا از آبای دیگه استفاده کنن؟ بله، در یک محدوده بسیار خاص گفته میتونیم، نه مثلا تحت هر شرایطی که بگوییم لباس بشورن نهال مثلا زره کنن و سبزی کاری، نه، فقط در قسمت محدوده نظافت و خوردن اینمی شبکه کاملا همین مردمی که در همین ساکن هستن کاملا میتونه آبش را تامین کنن و آبی کاملا 100% صحیح. بسیار علی، آقای کریمی صاحبی، آب به صورت دائمی هست، یعنی آب فصلی نیست که در کدام فصل باشه یا در فصل دیگه نباشه، یعنی به صورت دائمی موجود است، درست؟ بله، چنان که ما در این قسمت از امو انجینیر مربوطه هم سوال کردیم، گفتیم شاید همی ذخیره‌گاه شما کم باشه، کوچک باشه، باز اونا طبق گپی از اونا این رو دوباره من تکرار میکنم که این آب، آب زنده هست و این آب استمرار داره و دوام داره و در جریان هست و میتونه مثلا این آب در صورتی که ذخیره‌گاهش کوچک معلوم شه، اما روی از این محاسبه شده، انجینران مربوطه روی از این کار کرده، اینمی ذخیره‌گاهی که می فعلا میبینین اینمی میتونه انشالله آب صحی برای مردم منطقه برسانه به صورت کامل، به صورت دائم. سرمای شدید زمستان مانع فعالیت و آبرسانی از شبکه نمیشه؟ قسمی که کارشناسای مربوطه در اینج نظر خود را دادن و دستور کار را دادن، بله، 1 متر و 10 سانتی فعلا همه مجرای لوله هایی که پایپلاینی که اینجا مثلا زیر خاک شده 1 متر و 10 سانتی است که گمان کنم که اینمی مطمئنن یخ نمیزنه و همچنین ذخیره‌گاه و سایر چیزهایی که میتونن اینا شریک هستن در قسمت آب کشیدن و آب رساندن، روی از اینا کاملا فکر شده که انشالله مطمئن هستیم که یخی و سرمای زمستان در این کدام تاثیرگذاری نداره که باعث قطع آب شود.